هر جا که خواسته بردتم، آخه چه شد فهمیده که یه عمر کشت مردتم. منو کشون کشون ببر، میخوام بیام تو دام تو، فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو. حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی، فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی. بابا سلام، حالی دیگر، گربه دیگر و سروده دیگر. وقتی برادر می شود شیطان اکبر، رهبر گلایه می کند از آن برادر. بذارید اول توضیح بدم که از فرمایش اخیر آقای خامنه ای الهام گرفتم. شاعرهای قدیم از گل و سبزه و بلبل و چمن و اگر یاره مینیاتوری الان میگرفتن، ما هم باید اگر بخش فرمایش ایشون که میفرمایند اگر شیطان اکبر ما به جای شیطان اکبر واقعی یه برادر نابابی در ناراهی، حالا برادر ماست ولی ناباب و ناراهه، این شد شیطان اکبر ما. ها برادر شیطان اکبر، وقتی برادر می شود شیطان اکبر، رهبر گلایه می کند از آن برادر. اسمش به طوری روشن اما با اشاره یک بار مطرح می شود در نطق رهبر. یک رهبر خیلی سرپوشیده خواستن بگن که فقط خودشون بفهمن و اکبر بفهمه و بقیه مردم. آخه ترفند دیگه. وقتی برادر می شود شیطان اکبر، رهبر گلایه می کند از آن برادر. اسمش به طوری روشن اما با اشاره یک بار مطرح می شود در نطق رهبر. بعدن که او سکته کند در توی استخر، رهبر نماز میتش را هست از بر. با یک نفس یک خط آن را می کند حذف، انه لله راجعون الله اکبر. پس ناطق نوری کند مالک کشی ها، تا آنچه رهبر گفته گردد دستکش در. پرگشت کشور حالا از ستوان کولومبو، از آن طرف هم جانی دالر می زند در. ببخشید اگه یه وقت صدای اضافه اومد توی برنامه ما تقصیر من نیست. همسایه های ما بنایی دارن، نمیدونم چی دارن میسازن این بغل، که با برنامه من شروع میکنم و برنامه منم تموم میکنم، از که روز نیم ساعت بیشتر کار نمیکنن. حالا بگذاریم، چی گفتم؟ پرگشته حالا کشور از ستوان کولومبو، از آن طرف هم جانی دایر میزند در. بعد از دو هفته میشود اوضاع آرام، ملت فراموشی بگیرد بار دیگر. این می دود دنبال پول نان و قاطق، آن می دود دنبال وجه قند و شکر. یعنی نه خانی بوده و نه مرد خانی، من مانم و این شعر ناقص دست آخر. که تموم نشد این نظم یا شعر یا سروده که میخواستن. همه جریانات این دو سه هفته اخیر رو بریزم توش، از جمله اینکه گفتن که توی نماز میت آقا اینجا نماز میت دارن میخونن که عرازل اوباش جانیان و قاتلان و جنایتکاران و بادیگاردشون قیش مثل مور و ملخ ریختن. میبینید آقا نگهدار اتاق فرمان، این عکس رو دوباره نشون بدید، این مثل که اشتباه شده. آقای رفسنجانی هم تو عکسه. نه ببخشید، این عکس قاطی عکس ها اومده، البته از اون مرحوم هیچ چیزی هم بعید نیست، ولی به هر حال فکر میکنم که اینجا اشتباه اومده باشه که آقای خامنه ای هم وقتی میگن که نماز جمعه رو، نماز میت رو همچین حالی نداده به میت، و اون جمله ما غیر از نیکویی خوبی از اون ندیدیم و حذف کرده و میگن این جمله رو مثلا برای
اون رفیقای خودشون واعظ طبسی و اینا دوست بار هم اضافه گفته، ولی برای رفسنجانی یه چیزی گفته که گفته خدای خلاص گناهان این بنده خدا رو ببخش. و حالا طرفداران آقا میگن خب آقا راست گفته، آقا نخواست تو نماز دروغ بگه که بگه ما جز خوبی از این آقا ندیدیم، یک خوبی دیده بوده فقط آقای خامنه ای، اونم آقای ناطق نوری الان دقیقا داره میگه که خوبی که آقای رفسنجانی در حق آقای خامنه ای و در بی حقی ملت بدبخت ایران کرده. که یک دفعه میاد میگه آقا اصلا میدونید که شما خبرگان داشت میرفت به سمت شورایی که رهبری شورایی شود، یکی از پیشنهادها بود و بعضی از آقایون هم موافق بودن. خب کسی چون نبود، خب کسی چون نبود، خب کسی چون نبود، خب کسی چون نبود. یک دفعه ایشون یادآوری میکند جلسه ای را که خدمت امام رسیدن و بعد از آقای مرحوم حاج احمد آقا کد میاره، دو تا کد اون روز آوردن دیگه. بله. خب شما بینید تو شرایط مرگ امام حالا جمع شدن میخوان رهبر برای کشور انتخاب بکنن تو شرایط حساس، یک دفعه این مرد این فداکار یه دفعه بیاد بگه که ما خدمت امام بودیم، بحث بود که قائم مقام رهبری اگر از بین بره بیفته و نباشه کشور چی اگه خدای نکرده برای شما حادثه رخ بده. امام فرمودن خواهم این آقای خامنه ای؟ خب کسی چون نبود، خب کسی چون نبود، خب کسی چون نبود. بله بله، آدم نبوده تو مملکت، هیچ کس رو نداشته، اصلا میخواستن شورایی بکنن و اون تو این هیچ کس رو نداشتن و آدمی نداشتن یه آدم داشتن که چاخان کنه کود بیاره. حالا کود هم دیگه حالا لفظ آخوندی شد، کود بیاره از احمد آقا، از آقای خمینی کود بیاره. و به این ترتیب آدم تو مملکت پیدا میشه که آقای خامنه ای بره رهبر بشه. هیچ منتقد مخالفی به این راحتی نمیتونست پنبه این جریان رو بزنه که کسی نبوده. والا یک کسی فکرشون هم نمیکردن که آقای خامنه‌ای باشه، کسی نبوده، ایشون هم کسی نبوده. بله، داشته رهبری کاملا یهو ناگهان شورایی میشده و دیگه به لب پرتگاه رسیده بوده مملکت که فرشته نجات قیشه. آنچار آقا میاد امام گفت این امام گفت اینا، اینم شاهده، این کوت کرد، کوت داد، کوت کرد به معنی نقل قول کرد، یا کوت داد به معنی این که علامت داد رو نمیدونم چی کار کرده. با دقیقا از آقای ناطق نوری بپرسیم، اما این اینجا دقیقا داره میگه که خلاصه حالا رهبر چرا بخواد این بند خدا رو بکشه، مال کشی بر شایعاتی که هست. و حالا بریم سوال کنیم که چرا به محض اینکه ایشون رو بردن بیرسن آب استخر رو عوض کردن، ها؟ یعنی آب استخر مسموم بوده و بعد برای اینکه گند شرنگی به منزی که بردن ایشون آب استخر رو بلافاصله عوض کردن. چرا این کار کردن نمیدونم، برای که اصلا نمیدونم اصلا عوض کرده باشن یا نه، چون من الان دارم این شایعه رو حضرت عباسی خودم میسازم که یه خود شلوغتر بشه و دلم هم برای مردم و ملتی میسوزه که جنازه
اون بابا رو دارن میبرن و این بدبخت ها نهایت آزادی خواهی و ایستادگی و مقابلش اینه که داد بزنن میر حسین که بیاد ملت رو ببره به دوران طلایی امام و آغاز جنایت های آقای هاشمی رفسنجانی. واقعا که میر حسین و این تنها آقای خامنه‌ای نیستن که تو نماز میت هرچی بخوام بگن هرچی بخوام جا بزن بفرمایید. نماز میت خانگی هم هست، اینطوری هستش که ملازم فرمایید. الله اکبر الله اکبر، ای آتیش بگو الله اکبر، ای سقط شده مال صغیر و کبیر و خوردی و شکم تو پروروندی، حالا ما رو نورا میخورن و کیف میکنن، الله اکبر. و باز نماز میت خصوصی مسجدی هستش که پیش نماز و نمازگزاران هر کار دلشون میخواد میکنن. میت بدبختم اونجا حالا مرده یا زنده یا فیلمی یا نمایشی داره آموزیده میشه با این جنگولک بازی هایی که اینا توی مسجد نمیدونم کجاست دارن در میارن. خوشبختانه تکنولوژی مدرن امروز باعث شده که با سبودی های کامپیوتری در ممالک راقیه اسلامی طرز درست نماز میت رو به این قشنگی نشون بدن. به برنامه همراه با کاروان نماز خوش آمدید. در این برنامه به اذن پروردگار کیفیت نماز جنازه را یاد خواهید گرفت. در پاکستان بچه های دبستانی رو پسر بچه ها رو میبرن که نماز میت رو از بچگی یاد بگیرن. گمانم میکنم یه میت راستوسکی براشون میذارن که بدونن قضیه خیلی جدی هستش و تفرکی ها همینجوری باید حالا تمرینی هم باشه فرق نمی کنه، ولی امیدوارم آدم زنده نذاشته باشن اونجا که نقش مورد بازی کنه، و اگر هم گذاشته باشن این پسر بچه های نازنین رو خواهش بکنم مواظب بوده باشن که این جنازه نقش مرده رو به قاری قرآن ندند که اگر مرده هم باشه پدرسه پا میشه زنده میشه. آخی طفل معصوم ها. به هر حال همونطور که گفتم مملکت پر شده از جانی دلر و صدفان کولومبو که گمان زنی میکنن در رابطه با اینکه چطوری آقای رفسنجانی از دنیا رفتن، که بعضی ها میگن ایشون اصلا چون با عبا و عمامه و یه سره رفته تو استخر و فقط عمامش سال مونده که آوردن گوشن روی تابوتش، اما دیگر گمان زنی ها یعنی خبرها این هستش که گفتن دوربینا رو ببندین و ماموران امنیتی همون دورور نباشن. ظاهرا آقا تو سخت که میرفتن لونگ نمیبستن به خودشون و به هر حال مواظبم بودن که
چشم نامحرم بهشون نیفته، اما احتمال این که سعید امامیش هم کرده باشند صحبتش هست. البته من با این شایعه سازی ها مخالفم. برو این شایعه سازی رها کن که رهبر خم نیاورده به ابرو، نکن فکر نماز میتش را که جا انداخته آن بخش نیکو، نکن در فوت اکبر شک عزیزم که با مرگ طبیعی کشته شد او. بریم سر مراسم غم انگیز عزاداری ایشون که حضرت آقای فیروزآبادی، اون رئیس ستاد مشترک فلان فلان مسلح نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی که حالا لقبش اضافه شده، یه سابقا بهش اضافه شده و ایشون چون به هر حال موبایل رو از این ور گرفته فیلم بردار متاسفانه جان نگرفته توی کاد، اونجا هم که خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی تشریف دارن که گلایه میکنن آقا از آقای فیروزآبادی. یادتون امروز من چی گفتیم؟ ولی ما اینجور نبودیم. به ما گفتی شما نبودیم من میرفتیم آقای فیروزآبادی. من از باید خوب هم دارم آقای خوب هم زد ولی اونم گفت، ولی بابای من فتنه نبود، بابای من فتنه نبود، بابای من کشورش رو دوست داشت، بابای من مردمش رو دوست داشت، بابای من میخواست مردم تو بهترین شرایط زندگی کنن، بابای من همش رو مردم نباید من همه این حرفا رو تصدیق میکنم. اونجا من شما خوشیتی داشتیم میدونم شوخی با میگم. بله میفرماین بابای من فتنه نبود، بابای من کشورش رو دوست داشت، بابای من مردمش رو دوست داشت، صاحب مردم هم شده بود باباشون و مردم ایشون بدن، بابای من میخواست مردم تو بهترین شرایط زندگی کنن، بابای من فتنه نبود ایشون میگن. و من بعد از که ایشون گفتن در اندیشه بودم که پس بابای کی فتنه بود؟ اگر بابای ایشون فتنه نبود خیلی تحقیق کردم تا پیدا کردم بابای کی فتنه بود. بابای این خانم فتنه بود. لادن برومند و بابای این خانم فتنه بود. سایه سعیدی سیرجانی. من خدمت بابای هر دوی این دو خانم ارادت داشتم و دوستی داشتم و می دیدم که هم بابای ایشون چه فتنه ایه، هم بابای ایشون چه فتنه ایه. این جوونکم سهراب مختاری باباش فتنه بود و این خانم هم باباش فتنه بود، هم مادرش فتنه بود. پرستو فروهر این خانم هم شوهرش فتنه بود، همسر زندیات عبدالرحمن قاسملو. و چون آقای رفسنجانی میخواست که مردم کشور با بهترین شرایط زندگی کنن، تو چه داخل چه خارج، یه ترتیبی داد که این باباهای اینها و شوهر این خانم اینا که در بهترین شرایط زندگی نمی کردن به هر حال بیشتر از این رنج زندگی رو نبرن. داریش فروهر و همسرش پروانه فروهر، دکتر عبدالرحمن برومند، زنده یاد سعیدی سیرجانی و
زنده دکتر عبدالرحمن قاسملو فقط اینا اونایی بودن که باباشون فتنه بوده، وگرنه بقیه رو من پیدا نکردم. و ممنونم از خانم فاطمه هاشمی رفسنجانی که بالاخره عنوان کردن باباشون فتنه نبود و ما رو از یک عمر جهل و گمراهی در آوردن. ضمناً آقای فیروزآبادی سرلشکر، نمیدونم سردار، رئیس ستاد مسلح فلان فلان فلان، سابق جمهوری اسلامی هم، بعد از این گلایه‌ای که خانم فاطمه رفسنجانی چون کرد، خیلی خلاصه خجالت کشیده و وزن از دست داده که مشکل میشه ایشون رو شناخت. متاسفانه در راستای کشفیات سوتفان کلمبویی و جانی دالری راجع به درگذشت آقای هاشمی رفسنجانی، روزنامه ایران با آقای غلام حسین کربازچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی از همدوشان و همقطاران آقای رفسنجانی مصاحبه کرده. روزنامه ایران می نویسه: در همان دفتری که خبر فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی را شنیده، پذیرای ما می شود. خیلی مهمه که در همون دفتر، مثل که این دفترهای مختلف داره، بعضی ها برای شنیدن این خبر، بعضی ها برای شنیدن به اون خبر، بعضی ها برای پذیرفتن این روزامون نگار، بعضی ها برای در همون دفتر که خبر فوت آیت الله هاشمی رفسنجانی را شنیده، پذیرای ما می شود. چهره بعد جز سوالا، چهره ایشان را هنگام شستشو دیدید؟ یعنی میخوان کشف کنن. میگه خیر، تمایلی نداشتم ببینم. بعد سوال: چرا عکسی پس از فوت ایشان منتشر نشده؟ جواب: فکر میکنم عکسی موجود باشد، حتما خانوادهشان نخواستن منتشر شود. من جنازه را با کفن دیدم، چیز غیر عادی وجود نداشت. اومد تیز تم زدن که کربازچی گفت چیز غیر عادی در جنازه وجود نداشت. تنها چیز غیر عادیش بود که جایی تو عبا و عمامه باشه، تو کفن بوده که آقای کربازچی دیتتش غم‌انگیزتر از همه اینا بیت شعری است که آقای روحانی شاعر بزرگ راجب آقای رفسنجانی فرموندن: ما را عبای گرم تو امید میداد، در برق ریزان های سرد فصل پاییز. در برگ ریزان های سرد فصل پاییز، یارو برگ ریزان رو جمع بسته، برگ ریزان ها. و این یه بیت رو من اضافه کردم برای اینکه ناقص بود در سایق رفسنجانی، قصیده بیاند که ماه رو عبا یک گرم تو امید میداد، در برگ ریزان های سرد فصل پاییز. نه، رفتی یا چشم من شده از گریه لبریز، گشته سرازیر اشک غم از بینیم نیز. نعلین من از قصه پایم را دهد پیچ، روی سرم عمامه دائم می خورد لیز. رفتی و ماتم خیمه زد بر کشور ما، شد کربلا تهران و رفسنجان و تبریز. تبریز را گفتم که گردد قافیه جور، یادم نبود آن یادم نبود آن موقع البته ز پاریز. بغله تو آیت اللهی و عظمایی، اگرچه رهبر برایت زین لقب ها کرده پرهیز. ملت اگرچه نام رسمن جانیت داد، چندین هزار اعدامیت کم بود و ناچیز. دستور کشدار و ترور دادی مرتب، فارغ ز استثناء و آسوده ز تبعیز. سرها بریدی داخل و خارج، بنازم آن بازوی ورزیده و
آن چاقوی تیز، همدست راحل بودی و رهبر، ولی کن بودی تو فرز و چابک و تیز و سحرخیز. راحت ادامه دارد ای دزد تبهکار، ما جمله شاگرد توییم از گنده و ریز. بودی ز اینترپل همیشه تحت تعقیب پلیس بین‌المللی، در تعقیب ایشون بود و همین دلیل ایشون و چند تا دیگه از سران رژیم از کشور نمیتونستن خارج هم به خاطر دست داشتنشون در جنایات مختلف. بودی ز اینترپل همیشه تحت تعقیب، پنهان شدی همچون شغالان توی جالیز. از صندلی اما نگشتی لحظه دور، زیرا که بودی عاشق دلخسته میز. منباب سبقت در چپاول در جنایت، چه بارها با رهبری گشتی گلاویز. ما را عبای گرم تو امید میداد در برگ ریزانهای سرد فصل پاییز. یه خبر به دست من رسیده، الان براتون میخونم، شاید آخرین خبر باشه، که میگه که عده‌ای که تصمیم داشتن دسته گل، عده‌ای که تصمیم داشتن شبانه دسته گل بر مزار زنده یاد هاشمی رفسنجانی بگذارند، به اتهام توهین به رهبری دستگیر شدند. قرار است با آنها به شدت برخورد شود. بعد محسنی اژه‌ای گفت این عمل اینها مصداق توهین و دهنکجی به رهبری معظم جمهوری اسلامی است. تو کلمه من مادر عروس بشون، البته این خبر هنوز تایید نشده. تا هفته آینده با همه غم‌هایی که داریم براتون شب و روزهای خوشی آرزو میکنم. هر جا که خواست بردتم، آخه چه شد فهمیده که یه عمر کشت مردتم. منو کشون کشون ببر، میخوام بیام تو دام تو، فقط دلم مونده اونم سند زدم به نام تو. حرفامو میگم به تو که محرم اسرار منی، فقط برای خودمی و بخوای نخوای یار منی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی. وای از این وابستگی، دلو سپردم دستگی. وای